به نام خدا و با عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بزرگواران و همراهان عزیز و مجددا من همیشه اول هر ویدیو عادت کردم که یه مذرت هایی کنم و یه بهانی گیر میارم برای ادای احترام و مذرت خواهی اون که دیشب قرار بود یه ویدیو ضبط بشه متاسفانه یکی از اعضا لطف کردن و تعداد بسیار بسیار زیادی سوال در پی وی پرسیدن ضمن اینکه ما عرض کردیم خدمت دوستان تشریف نیارید و وقت بقیه رو نگیرید چون هرچقدر من سرم شلوغ‌تر باشه متاسفانه ویدیوها دیرتر ضبط میشه و امروز قرار بود ویدیو چهارم ضبط بشه و متاسفانه به خاطر اینکه چندین ساعت مشغول جواب دادم به اون دوست عزیز شما بودم باعث شد که این اتفاق بیفته و سراحتن هم بهشون گفتم که شما وقت نزدیک به سه هزار نفر آدم رو گرفتید و اما بریم سر وقت جلسه شانزه هم. در جلسه 16 هم قرار هستش که مروری داشته باشیم بر الگوهای کلاسیک اما نه با اون ذهنیت که بیایم در مورد الگوهای کلاسیک صحبت کنیم میخوایم یک اشاری به الگوهای کلاسیک داشته باشیم و اینکه ببینیم کلا ذهنیت در این خصوص میتونه چجوری به نفع یک تریدر باشه چون شما بهتر از من میدونید که الگوهای کلاسیک از نظر آمار تقریبا پنجا پنجا هستند و اگه هر کیم قبول نداره بره یه دو, دو سه تا چهار تا ور داره و در تایم های مختلف الگوها رو بررسی کنه اما وقتی صحبت از الگو میشه دو تا ذهنیت به وجود میاد یکی اینکه الگوهای کندلی و کندلستیک پترن ها و دیگری هم الگوهای چارتی اون چیزی که مطمئنا همه ما باز مجددا متفق القول بهش اعتقاد داریم این هستش که الگوهای چارتی و چارت پترن ها زایده الگوهای کندلی هستند و به نوعی میشه گفتش که این دوتا رو اگه با هم دیگه تلفیق کنیم یعنی اگه الگوی چارتی رو میخوایم بیایم بررسی کنیم بریم الگوی کندلی مربوط به تایمی که الگوی کندلیش اونجا تشکیل شده اون رو هم ببینیم درصد احتمال موفقیت بالا میره و برعکس هر زمانی که الگوی کندلی داریم بخوایم بیایم در تایم های پایین تر تایم های تریگر و دبل تریگر بخوایم الگوی چارتی در واقع کندلی رو هم نگاه کنیم مطمئن میتونیم یه سری از نواقص و نویز ها رو بگیریم اما امروز نمیخوایم زیاد وقت شما رو بگیریم در خصوص اینکه بگیم به فرض مثال یک شوتینگ استار چیه همر چیه اینا رو قبلا صحبت کردیم یا بگیم که دبل تاپ دبل باتم هیدن شولدر ویج گوه نمیدونم دیاگونال اندینگ اینا اصلا کلا یا بریم اونورتر بگیم باترفلای نمیدونم هارمونیکا رو بگیم و کلا اصول و مبنای کارشون چیه موضوع اصلی و این که میخوایم مروری داشته باشیم بر الگوهای کلاسیک این موضوع هستش که ماها توی تمام کتابها توی تمام جزوات و توی تمام دوره های آموزشی این رو دیدیم که الگوهای کلاسیک رو اومدن و به دو دسته عمده تقسیم بندی کردن الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی البته اگه خاطرتون باشه توی جلسی که راجع به کندل ها صحبت می کردیم که برسیم به مبحث تشکیل پیوت اونجا گفتیم که ما اصلا الگوی برگشتی نداریم ولی و این که یک مثلا همری یه شوتینگ استاری یه نمیدونم نم ویجی ببخشید یه بگید دیگه کمک کنید یه اینگولفینگی یه پیرسینگ لاینی یه دراکول کاوری مثلا بتونه بیاد این قدرت رو داشته باشه که یک روند رو برگردونه این اصلا کلا منطقی نیست و اونجا یک تبسره گذاشتیم و گفتیم که بهتر هستش که بگیم الگوهای برگشت به روند یعنی اینکه اگر این الگوها باشه و در راستای این باشه که قیمت میخواد به روند برگرده شاید استفاده از این دیدگاه بهتر باشه و امروز یک تیشه برداشتیم که ریشی روند رو هم از بیخوان بزنیم و این که اصلا کلا روند یعنی چی یعنی اینکه واقعا بازار روند داره یعنی اینکه بازار واقعا یک مسیر حرکت داره و میخوایم کم کم برسیم به این قضیه و برای شروع و استارت اگه اجازه بدید برگردیم به یه بحث روانشناسی و یه بحث آماری که همه ماها ازش استفاده میکنیم این بحث هاشیرو و این آمار هاشیرو هیچ کدومونم نمیدونیم که از کجا اومده اما تقریبا میشه گفتش که به صحت و صغمش ایمان داریم که بیش از 95 درصد فعالان بازارهای مالی ضرر میکنن این مختص بازارهای مالی در واقع بازارهای مالی بین المللی نیستش توی سهام هم درصد بالا هستش توی کاموتی هم هستش توی نمیدونم کالا و همین بازارهایی که وجود داره مگه اینکه اونایی که دیگه ریسک پایین دارن توی دستبندی هایی که انجام دادیم توی بحث مباحث روانشناسی و خدمت شما عرض کردیم که برای ورود به بازارهای مالی شما باید بیاید میزان ریسک پذیری خودتون رو مشخص کنید و بازارها ریسکاشون تقریبا مشخصه میتونید برید پولتون رو بذارید توی بانک 20 خورده درصد بگیری زیر سبیلی البته به صورت شفاف که مثلا انشالله گربه بود ده درصد دوازده درصد اما از اون روش های فرمول هایی که میپیچونن همدیگر رو مثلا بانک بانک مرکزی میپیچونه میتونید 20 خورده درصد دریافت کنید این دیگه معقول ترین ریسک هستش اونم باید باز هم بیاید بررسی کنید که پولتون رو کجا بذارید و اینکه یه دفعه ای مثلا یا لسارات الحسین نشه نمیدونم یا سامن الائمه نشه یا امیرالمومنین نشه و ور ندارن کلا از بیخبون برن بر من نمیدونم چرا برای جلب اعتماد میان همیشه از این اسامی استفاده میکنن به حال این هم خودش یک نوع بحث فلسفی و روانشناسی پشتش خوابیده که چجوری بشه سر مردم رو کلا گذاشت برگردیم به بحث اصلی خودمون اینکه شما در فاز بعدی مثلا میخواد بیا یه ریسک بیشتری داشته باشید و یه سود بیشتری ببرید به فرض میاد روی اوراق قرضه میاد توی سهام میاد و دیگه آخرین جایی که فعلا میتونید پولتون از دست بدید بازار بین المللی هستش البته اگر و اما به این خاطر میگیم که چون یکی از دوستان اومد گفت چرا همیشه آیه یس میخونی آیه یس رو نمیخونیم میگیم به شرط این که همه موارد و اون ملزومات رو رعایت کنید این اتفاق نمیفته تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی برای تریدر شدن باید همه ملزومات رو در اختیار داشته باشید تا بتونید اونا رو و در اختیار داشتن هم خودش کفایت نمیکنه باید توانایی استفادهش رو داشته باشید و بتونید در کنار سایر مطالب اینا رو همه رو بغل دست همدیگه قرار بدید و اون دانش استفاده رو هم داشته باشید تا بتونید انشالله به موفقیت لازم برسید و برگردیم به بحث 90 95 درصد این که در همه بازارها معمولا با کمی بالا و پایین شدن این آمار صادق هستش و وجود داره ولی موضوع اصلی این هستش که چرا و به چه علت 90 95 درصد افرادی که وارد این بازار میشن ضرر میکنن آیا مشکل مشکل استراتژی هستش مطمئن نمیتونه اینطور باشه و من به شخص اینو نمیتونم باور کنم که علت ضرر کردن افراد استراتژی هستش برای چی نمیتونم قبول کنم برای اینکه کسی که وارد این بازار میشه مطمئنا زمانی که میاد پلنش رو طراحی میکنه مطمئنا زمانی که میاد و در پلنش در واقع مطابق با اون سیستم و استراتژی که میخواد وارد بازار بشه و سرمایه گذاری کنه قبلا اومده و استراتژی تست کرده قبلا اومده نواحی ورود استاپلاس تارگت و فریریس کردن و همه جزئیات استراتژی رو اینکه بر چه اساسی بیاد سطور رو پیدا کنه و بر چه اساسی بیاد وارد بازار بشه استاپلاسش در کجا باشه تارگتش کجا باشه و همه اینا رو تست کرده رسیده به یک وین ریت مناسب رسیده به یک ریسک به ریوارد مناسب و استراتژی تست شده قبلا استراتژی جوابش رو داده الان یک استراتژی در اختیار داره که مطمئنا اون ایمان رو بهش داره مطمئنا آمار و ارقام داره نشون میده که این استراتژی استراتژی سوددهی هستش از طرف دیگه مگر یک استراتژی واحد هستش توی بازار که ما بخوایم بیان بگیم که این استراتژی مثلا اینجا اوکیه و این یکی نات اوکی هستش مطمئنا اینجوری نیستش و هر کسی استراتژی خاص خودشو داره بنابراین چون یک استراتژی نیست ما نمیتونیم بیان بگیم که استراتژی میتونه دلیل بر این باشه که باعث ضرر زدن و در واقع ضرر بیش از اندازه که در واقع از تعداد آمار اتفاق میفته دلیلش استراتژی باشه و استراتژی قبلا آماده شده قبلا تست داده قبلا صحت و صغمش مشخص شده هستش بنابراین استراتژی نمیتونه دلیل بر ضرر باشه ما کاری به کار اون دوستایی نداریم که هیچ مبنا و هیچ قاعده و قانون و سیستم و پلن و استراتژی هر اسمی که میخواد داشته باشه در اختیار ندارن و میان اومدن برای باختن اومدن برای اینکه پولشون از دست بدن یه بدهکاری دارن به بازار و میخوان یه جوری این بدهیشون رو ادا کنن و ادای دین کنن و پولشون رو میان میریزن توی حلق بروکرها میان میریزن توی حلق مارکت و میریزن توی جیب دیگران ما با اونا کاری نداریم موضوع اصلی این هستش که خود افرادی که در واقع میان و پلن و سیستم دارن هم مشکل عمده ای تو این قضیه وجود داره و میخوان مثلا بندازن گردن سیستم میخوان بندازن گردن استراتژی استراتژی که قبلا تست شده استراتژی که بهینه شده استراتژی که امتحانش رو پس داده نمیتونه باعث ضرر زدن به تریدر بشه پس بنابراین از نظر ما ایراد در یک جای دیگه ای نهفته هستش و اینجا هستش که میتونیم بریم توی گام بعدی و بگیم که احتمالا بحث روانشناسی میتونه باعث بروز در واقع این, آ... این علت بشه که تعداد خیلی زیادی از افراد تو این بازار ضرر میکنن که به نظر من این هم نمیتونه صادق باشه یعنی اون شخصی که میاد وارد بازار میشه از نظر بود روانی قضیه با این موضوع کنار اومده که به هر حال تو بحثای در واقع روانشناسی این هستش که میان میگن نگه داشتن زرر در واقع ماندن در زرر بیش از نمیدونم اندازه اینا وقتی سیستم وجود داره وقتی پلن وجود داره وقتی پلن تست شده وجود داره وقتی ایمان به اون پلن وجود داره دیگه زرر بیش از اندازه اصلا معنی نمیده اینکه بخوام بیان بگیم که نمیدونم مثلا ترید های تلافی جویانه همین مسائل بودایی که در واقع مسائل خودشناسی مسائل روانشناسی که اکثرا توی متون توی کتاب ها توی مقالات جزوات هستش و خیلی از دوستان مثلا میان فکوس میکنن روی این قضیه که میتونه دلایل و علت این که خیلی از افراد شکست میخورن بود روانی قضیه هستش به حال وقتی من میام میدونم که این نقطه X میخوام وارد بشم استاپلاس هم کجاست و تارگت هم کجاست دیگه ماندن در نمیدونم ضرر اصلا معنی نمیده به هر حال این ترید یا به ضرر میخوره یا به سود میرسه یا به سود میخوره به هر یکی از این دو تا لول ها رو تاچ میکنه و وقتی من میدونم از نظر آماری 80 درصد پوزیشن های من 70 درصد پوزیشن های من داره به تارگت میخوره برای چی توی مثلا به این فرضیه رو شما لحاظ کنید که توی یه دستتون یه شونه تخم مرغ دارید تخم مرغی که با شیب ملایم رسیده به 600 تومن اون موقع میخواید مثلا دارید با یه شخصی صحبت میکنید اندازه یه تخم مرغ دارید بهش نشون میدید با دست دیگه‌تون یه دونه از تخم رو ور از توی اون شونه و دارید نشون میدید حالا اگه احیانا این تخم مرغی توی دستتونه بخواد بیاد بیفته شما یه شونه تخم مرغ رو ول میکنید که بیاید این یه دونه رو بگیرید خب این که اصلا کلاً از زیربنا مشکل عمده داره از یه واکنش احساسی برای تریدر اصلا معنی نداره اینکه من بخوام بیام تمام سرمایم به خاطر اینکه یه دونه ترید نجات بدم بخوام بیام زیر سوال ببرم بخوام بیام کلا زیر بنا همه بالانسمو هم از بین ببرم که به فرض مثال نمیدونم یه سری مسائل و اون مطالبی که توی روانشناسی بهش اشاره کردیم نزدیک 34 موردی که تیتر کرده بودیم از اون کتاب کیشومات و متاسفانه کتاب کیشومات هم من دیدم که اسکن شده توسط یک سری از افراد و تمام زحمات مترجم تمام زحمات ناشر یه جورایی بر باد و کتاب داره دست به دست به صورت پی دی اف و اسکن شده توی فروم ها توی گروه ها دست به دست میچرخه و به نظر من حتی اگه ازش استفاده میکنید برید و هزینهش رو به ناشر و هزینهش رو به نمیدونم برسونید من این کارو یک روزی که با یکی از دوستان اه، که اهل زنجان هم هستش رفته بودیم با همدیگه تهران و میخواستیم چند تا کتاب بخریم ایشون رفت و کتاب الیوت آقای اگه اشتباه نکنم دادگستر رو برداشت گفتم که مرداد اینو برای چی ور میداری این که دیگه مال خودت داری تدریسش میکنید الیوت و هارمونیک و چه میدونم این چه به دردت میخوره گفت نه من قبلا از این کتاب به صورت پی دی اف استفاده کردم پس این دین به گردن من هستش که اصل کتاب رو هم بخرم و واقعا بیایم این قضیه رو جا بندازیم که حداقل بخوایم زحمات دیگران رو یه جوری بهش ارزش قائل بشیم و این دست به دست چرخیدن بعضی از کتابها و اسکن کردنش نمیدونم حالا دیگه داخل حاشیه نریم و تر همین اندازه کفایت میکنه برگردیم به بحث روانشناسی که بودش توی بر... کتاب کیشوما همه اون موارد اومدیم لیست کردیم به عنوان بازخانی یک کتاب و دوستان مشاهده کردن که عواملی که میتونه در واقع باعث عوامل روانشناسی که میتونه باعث ضرر زدن مثلا به یه تریدر بشه چه چیزایی هستش که عرض کردیم وقتی شما عوامل رو در اختیار دارید پس باید بتونید راه حل تکنیکالی برای راه حل عملی برای جلوگیری از اون در پلند و در سیستم و در استراتژی خودتون لحاظ کنید پس بود روانی قضیه نمیتونه از نظر من عامل این باشه که به تریدر ضرر میزنه چون تریدر که دیوانه نیستش که بخواد بر حال هر لحظه تحت تاثیر یک حرفی قرار بگیره یه روزی هم گفتم گفتم اگه کسی که طبق همون بحث های روانشناسی اینکه میان خیلی جاها میگن که اگر یک تریدر ضرر کرد نباید بعد از ضرر وارد معامله بشه و گفتیم خب چرا نباید بیار وارد معامله بشه به خاطر اینکه تحت تاثیر هستش به خاطر اینکه از نظر روانی بود روانی قضیه مشکل داره این قضیه خب گفتیم اگه یه تریدری قرار باشه یه دونه ضرر کنه و بود روانی قضیه روش تاثیر بذاره و بیاد به صورت در واقع خارج از عرف استراتژیش وارد بازار بشه این که اصلا از پایبست دوباره داستان مشکل داره و این بازار که جای آدمای روانی نیستش این بازار جای افرادی هستش که باید حداقل ثبات تصمیم گیری داشته باشن و به خاطر میگم خیلی از حالا دلایلی که من خیلی کوتاه دارم جمع میکنم مبحثو و میتونید به این نتیجه برسیم و خودتون هم الان میتونید دو تا چهار تا کنید و ببینید که بحث روانی نمیتونه بحث عمده قضیه باشه که یک تریدر توی بازار بخواد بیاد ضرر کنه و این آمار همین بشه که 90 درصد 95 درصد تریدرهایی که دارن ضرر میکنن به خاطر بوده روانی قضیه هستش پس باید قضیه یه جای دیگه باشه مثلا شاید یه مقدار مثلا بحث روانی قضیه رو تعمین بدیم اون برتر. بحث مثلا مدیریت سرمایه شاید بتونه باعث ضرر خوردن تریدرها باشه بحث مدیریت سرمایه وقتی مطابق با پلن مجددا ما از اول اومدیم قبول کردیم که یک درصد سرمایه رو در هر ترید ریسک کنیم و یک درصد ریسک کردن یک درصد ضرر کردن در یک ترید و اصلا یکی دو تا سه تا چهار تا شما پنج تا ده تا ترید هم بخواید پشت سر هم ضرر کنید نهایت نهایت اینه که 15 درصد رو از دست بدید و این باعث ضرر زدن و کال مارجین شدن و از بین رفتن سرمایه تعداد و 95 درصد افراد نمیتونه باشه ضمن اینکه همه اون استراتژی همه اون پلنی که در واقع در اختیار تریدر هستش تریدر با عرض کردم چند چند لحظه پیش میدونه که یک ترید و یک ترید ضرر رو میتونه در ترید بعدی جبران کنه و اون ریسک به ریوارد های یک به دو یک به سه و ریسک به ریوارد های مناسبی که داره اون تعداد ترید های پشت سرم بر حال استیتمنتش در اختیارش هستش بنابراین نمیاد اه... به همین راحتی نمیدونم مثلا چه میدونم صد درصد مارجین رو استفاده کنه نمیاد لات های خارج از قانون بگیره خارج از استاندارد بگیره میگم اونایی که برای قمار اومدن ما با اونا کاری نداریم و اونا اصلا جزء آمار و جزء صحبت ما نیستند بنابراین این قضیه هم نمیتونه به نوعی باعث این آمار باشه که بخوایم بگیم که 90 درصد دوستایی که در واقع توی این بازارهای مالی دارن فعالیت میکنن ضرر میکنن پس بنابراین باید بریم دنبال یک بحث دیگه باید بریم دنبال یک مبحث دیگه و اول باید بتونیم اون علت و منشه این قضیه رو پیدا کنیم که چرا تعداد 90 95 درصد این آمار حاشیه ای در واقع که ارائه شده توی این بازار ضرر میکنند و اون رو پیدا کنیم احتمالا بتونیم یک راکاری داشته باشیم که بخوایم بیایم در آینده جلوی ضرر رو بگیریم و انشالله در یک مدت کوتاهتری به اون سود مستمری که دلمون میخواد برسیم و اما برای اینکه بتونیم به اون قاعده و قانونی که در واقع مد نظرمون هستش برسیم و گفتیم از لحظه اول که میخوایم کم کم ادامه بدیم و بیایم یک تیشه به ریشه بحث روند در مارکت بزنیم و بعدا ببینیم که اصلا داستان روند چی هستش داستان ادامه دهنده و داستان برگشت چی هستش به خاطر همین ما باید یک سری قواعد و یک سری قوانینی که حاکم هستش بر بازار رو بشناسیم و بدونیم که بازار اصول و قاعده حرکتی که داره بر چه مبنا هستش اولین قانونی که اکثر ماها البته اینو که دارم میگم بدون در نظر گرفتن اسپرد و کمیسیون و اون حق و زحمی هستش که معمولا کارگزاری ها دریافت میکنن یه پی دی افی به اسم پی دی اف بازی سرف سرف یا یه همچین PDF با یه همچین اسمی که قبلا هم اشاره شده بود توی گروه آرشیو از اون جزء مقالاتی هستش که دوستای مترجم زحمت کشیدن خریداری کردن ترجمه کردن و در اختیار شما قرار دادن توی بازی صرف سرف در واقع به این قضیه اشاره شده بود که برایند صرف در این بازار وجود داره البته عرض کردم باید بگیم که برایند منفی وجود داره اما این که میگیم روینده وجود داره به این خاطر هستش که توی این بازار وقتی اوردری ست میشه تا طرف مقابلی نباشه هیچ معامله ای انجام نمیشه یعنی اصل اول و قاعده اول در این بازی در این بازار در این بازی این هستش که وقتی کسی میاد جنسی رو میخواد بفروشه باید حتما خریداری معادل اون وجود داشته باشه یعنی وقتی یک خریدار عمده وجود داره یا باید تعداد نفرات زیادی باشند با سرمایه کمتر که بفروشن تا اون بتونه بخره یا اینکه معادل اون در واقع حجم و لات و پوزیشن در بازار وجود داشته باشه یعنی همیشه این هستش که ضرر کردن یک شخص در قبال سود کردن یک شخص هستش و اینجا دیگه وین, وین وین و نمیدونم اینجا پنجا پنجایی در کار نیستش وقتی شما معامله ای می میکنید هیچ فرقی نمیکنه در هر بازاری شما وقتی میرید در بازار سهام در اتاق شیشه ای میرید در نمیدونم آتی میرید در هر کجایی میرید وقتی دارید روی یک رقم دارید روی یک عددی دارید قیمت میدید و قیمت میگیرید دارید معامله میکنید مطمئنا زرر... وقتی شما دارید سود میکنید اون نفر قبلی ضرر کرده این که حالا اون نفر قبلی در یه قیمت مناسب تری خریده و اینجا مثلا نمیدونم فروخته و خودش هم یه سودی برده اون قضیه نیست در این نقطه ای که مبنای معامله هستش و شما میخرید قیمت رشد میکنه سود شما در واقع یعنی ضرر اون کسی که فروخته حالا اون از سودش ضرر کرده باز هم ضرر ضرر هستش و به هر حال اولین قاعده و اولین قانون توی این بازار این هستش که ما بازی صرف صرف در این بازار رو قبول داشته باشیم و مطمئنا همه ماها هم این رو قبول داریم و موضوع دوم این هستش که وقتی این بازار داره حرکت میکنه یعنی اون تون مسیری که داره به صورت حالا من مثال سعودی زدم داره حرکت میکنه مادام العمر که نمیتونه در اون مسیر حرکت کنه در اون روند حرکت کنه یا در اون در واقع لگی که هستش بازار همیشه احتیاج داره به پول بک احتیاج داره به یک ریترس احتیاج داره به یک اصلاح و همه ماها متفق القول اینو قبول داریم به خاطر اینکه این قضیه رو از اول و از زیربنا در تمام متون در تمام کتاب ها در تمام کلاس ها دارن به ما القا میکنند، دارن توی ذهن ما فرو میکنند که بازار روند داره بازار اصلاح داره حرکت داره بازار در یک مسیری حرکت میکنه و مادام العمر نمیتونه به این مسیر ادامه بده و ادامه دادن حرکت باید همراه با یک پول بک باشه همراه با یک ریتریس باشه البته من داخل پرانتز ارز کنم که در خیلی از زمانها ما پول بک هایی داریم که در مسیر حرکت هستش و تصویه هایی داریم که در مسیر حرکت هستش و اینا رو انشالله توی بحث مطالب الگوهای پرایسی بهش اشاره میکنیم اما توی این قضیه بنابراین همه ماها این که نمیدونم چی چی بود the trend is the friend همچین در واقع قضیهی که همیشه در همه جاها شنیدیم که روند دوست ماست در جهت روند ترید کنید موضوع اصلی این هستش که کدوم روند و آیا اصلا روندی وجود داره در بازار اگه واقعا روند وجود داره پس مشکل کجاست ببین مشکل اون مباحثی که عرض کردیم اونها نیستش که همه میان توی در واقع این بازار و بیش از مثلا 90 درصد اون افراد ضرر میکنن اگه همه ماها اعتقاد به روند داریم پس چرا ضرر میکنیم ببینید مشکل اصلی از نظر ما و از دیدگاه ما و دیدگاهی که در واقع ما بهش اعتقاد داریم این هستش که مشکل اساسی و مشکل اصلی در همین جا نهفته هستش و بحث اصلی که باعث ضرر و زیان افراد توی این بازار میشه خود بحث روند هستش یعنی در کل ما بخوایم بیایم و بحث روند و در واقع بحث استراتژی رو جمع بندی کنیم این هستش که در کل اگه بخوایم استراتژی ها رو دسته بندی کنیم استراتژی یا بر اساس روند هستش به اصطلاح یا بر اساس ریتریس و پول بک و معکوس و در حرکت های ساید حالا در حرکت های در جا زدن بازار بر حال تقسیم بندی هایی که مطابق با اون تعریف روند وجود داره همه افرادی که توی این بازار دارند ترید می کنند بر اساس روند ترید میکنن چه چون اونایی که در واقع ترن تریدر هستند چون اونایی که ریورس تریدر هستند و موضوع اصلی اینه که به نظر ما مشکل و اینکه 90 درصد افراد میان و توی این بازار ضرر میکنن اینه که دارن یک ورقی بازی میکنند که دارن رو بازی میکنن یعنی رو بازی کردن یک طرفه یعنی ورقهایی که دستشونه اون دلو خوشگلو و نمیدونم دلو خوشگلو و بی بی و نمیدونم از این داستاناشون برای طرف مقابل رو هستش و اونا میتونن از اون سوراخ کوچولوایی که بغل و ورق... نیاختی فکر نکنیم ما قمارباز هستیم ما همینجوری دیدیم تو این فیلم ها و میتونن بخونن که در واقع چه اتفاقی داره میفته یعنی اومدن از روز اول از زیربنا داستانی درست کردن به اسم روند و الانم همه ماها دیدیم همه ماها این قضیه رو در واقع داشتیم اینکه بیایم به فرض مثال نه اینکه بیایم خدایی نکرده استاپ لاسمون رو جابجا کنیم بگیم ان از اینجا برمیگرده نه بازار یک حرکتی شروع کرده بازار داره حرکت میکنه و توی مسیری که داره میره ما مدام داریم خلاف حرکتی که بازار داره انجام میده رو داریم ترید میکنیم خب از اینجا می برمیگرده اینجا یه شوتینگ استار زده اینجا یه اینگولفینگ زده اینجا یه هدن زده اصلا من نمیدونم مثلا کی میگه که هدن یک الگوی مثلا برگشتی هستش و هدن شولدر وقتی اتفاق میفته به قراره که روند برگرده قرار اینکه مسیر برگرده قراره اینکه بازار نمیدونم حرکت معکوس بزنه و این مسئله در واقع باعث میشه که ماها بر اساس یک دیدگاهی داریم ترید میکنیم که خود اون دیدگاه از زیربنا باعث مشکل هستش و اون دیدگاه و اون در واقع تحلیل و اون ذهنیتی که برای ما ایجاد شده به عنوان اینکه بازار روند داره خود همین قضیه باعث اصلی ضرر بیش از 90 درصد افرادی هستش که تو این بازار دارن فعالیت میکنن و اما همه این مطالب رو عرض کردیم و همه این نیم ساعت که در واقع در خدمت شما بودیم و صحبت هایی که کردیم در خصوص این که میخوایم در مورد الگوهای برگشتی و ادامه دهنده روند صحبت کنیم اهم از الگوهای کندلی که از قبل صحبت کرده بودیم و برخی از الگوهای به چارتی که در ادامه بهشون اشاره میکنیم آیا این دیدگاه در واقع روند یا این الگوها مشکلی دارند آیا نمیشه باشون سود کرد نه میتونیم باشون سود کنیم موضوع اصلی این هستش که ما باید به بدونیم که ذات حرکت و ذات تشکیل این الگوها چی هستش وقتی الگویی که پنجا پنجا هستش پس هر الگویی که به محض اینکه تشکیل شد ما نمیتونیم بیایم با ترید کنیم همین الگو که در واقع مثلا هدنشولدر شما یه سرچ کنید الگوی سر ادامه دهنده بنابراین اینطوری نیستش که شما هدن شولدر شولدر دارید و هدنشولدر شولدر یعنی یک الگوی برگشتی و توی تقسیم بندی ها اومده که هدن شولدر جز الگوهای برگشتی هستش جز الگوهای برگشت روند هستش و میتونه روند برگردونه و میتونه حرکت های در واقع ایجاد بشه که یک روندی تغییر کنه در شایدی که همونجا شما هدن شولدر دارید که هدن شولدر ادامه دهندم وجود داره ادامه دهندم هستش پس باید ببینیم که این الگوها این ساختارها در کجا دارن تشکیل میشن و دیدگاه صاحب بازار همون آقازادی که در جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم دارن اونجا چی فکر میکنن دارن چه ذهنیتی ایجاد میکنن و اگه امروز هم تعدادی از الگوها رو با هم دیگه بررسی میکنیم برای این هستش که در آینده میخوایم ازشون استفاده های دیگه ببریم مثلا اگه میام راجع به هدن شولدر راجع به دبل تاپ راجع به نمیدونم انواع مثلث ها صحبت میکنیم این نیستش که بخوایم در واقع اینا رو همینجوری خام خام استفاده کنیم نه اینا رو میگیم چون در آینده وقتی میخوام مثلا کیو ام رو بگیم به دردمون میخوره که هدنشولده رو بدونیم وقتی داریم پرچم ها رو میگیم به دردمون میخوره که مثلث ها رو بدونیم اما برای شروع که دیگه بریم و وارد بحث بشیم این سوال رو من مطرح میکنم شما یه لحظه ویدیو رو نگه دارید به عنوان اشخاصی که چندین سال در این بازار دارید فعالیت میکنید لیست کنید برای خودتون که یک الگو هیچ فرقی نمیکنه مثلا حالا یک الگوی چارتی چه ویژگی هایی داره و ما از یک الگو چه انتظاراتی داریم و یک الگو چه دیدگاه هایی رو به ما میده لیست کنید ببینید چند مورد میتونید اون انتظاری که از یک الگو دارید چی هستش و یک الگو نشان دهنده چه چیزی در بازار هستش اینو لیست کنید و ببینید چند مورد رو میتونید لیست کنید انشالله ما هم الان میریم توی چارت و تو چارت دونه دونه الگوهایی که حالا مد نظرمون هستش اشاره بهشون میکنیم و در مورد همین قضیه هم صحبت میکنیم تا من متاتریده و در واقع روشن کنم که یه ذرم سرعتم بیاد پایین تر شما هم یه لیستی بگیرید تا ادامه بدیم مبحث خب و ما متاتریدر با ایزه بزرگتره فامیل بالا اومد و اینکه ببینیم دنبال یک الگو و پترنی بگردیم امیدوارم که تو این فرصت یک لیستی در واقع تهیه کرده باشید از اینکه شما از یک الگو و یک چارت پترن چه توقعی دارید وقتی صحبت از الگو ها میشه وقتی صحبت از چارت پترن ها میشه اولین موضوعی که به ذهن همه ماها میرسه اینکه ما از یک الگو این انتظار رو داریم که به ما مسیر حرکت آینده رو نشون میده یعنی اولین خاصیت یک الگو در حالت کلاسیک این هستش که میاد و مسیر آینده حرکت رو برای ما مشخص میکنه که قیمت میخواد در آینده به کدوم سمت حرکت کنه و دومین انتظاری که ما از یک الگو داریم این هستش که الگو به ما نقطه ورود میده یعنی مثلا به فرض مثال اینجا وقتی یک الگوی وی اتفاق افتاده اگه خاطرتون باشه توی توی در واقع ویدیو قبلی یا قبلتر بود که گفتیم انتظار شروع یک حرکت داریم برای این جفت ارز برای اینکه خودش رو به این ناحیه برسونه و توی این ناحیه دنبال ورود به سل هستیم و اون ورود به سلی که در واقع ما دنبالش هستیم این هستش که عرض کردیم وقتی یک حرکت شارپ داریم انتظار این هستش که بازار خودش رو به منشأ اون حرکت نرسونه و طبق اون فعل و انفعالاتی که توی این نواحی اتفاق افتاده بود و قبلا صحبت کردیم یکی از جاهایی که میتونیم فعلا ریسک ورود داشته باشیم همین ناحیه هستش که الان بازار بهش رسیده اما با این شتاب حرکت در واقع یه مرد میخواد که بخواد بیاد اینجا سل کنه و اون چیزی که یک تریدر رو تبدیل به یک مرد میکنه این هستش که میگه یک استاپلاس دارم نهایتا به این اندازه به این طول مثلا کلاسیک در نظر بگیریم تقریبا هفتاد و هفتا و قیمت بخواد اگه از اینجا برگرده اولین مسیری که در واقع میخواد بیاد ببینین و برگرده اینجا رو یه این گلفین کنه و برگرده خودش رو تا پنجاه درصد این قضیه هم برسونه دویست سی تا حرکت داریم دست به دامان فیبو هم بشیم چه اشکال داره حال گناه که نمی کنیم. ما هم یه فیبوی توی چارت بکشیم و لول 50 درصدی که اومده توی در واقع سطح کلاسیک قرار گرفته یه بحثی که توی بحث پیوت ها در واقع توی بحث قبلی هم تو بحث پیوت ها جامونده بود هم تو بحث قبلی من یادم رفت بهش اشاره کنم این هستش که زمانی که شما یک پیوت داری زمانی که قیمت بر و یک پیوت تشکیل میده اون پیوتی موفق هستش که آخرین گره معاملاتی سر راه خودشو اینگلف کنه یعنی اگه این قیمت برگرده اینجا یه پیوت تشکیل بده ما از این پیووت انتظار شروع حرکت نداریم در شرایطی که اگر این قیمت بتونه بیاد و ضمن این گلف کردن این گره معاملاتی آخرین گره معاملاتی لگ قبلی یک پیوت تشکیل بده اون موقع هستش که انتظار داریم ریتر تو پیوت ما به سطح FTC جواب بده و بازار یک حرکت نزولی رو شروع کنه پس بنابراین توی پیووت ها زمانی که پیوتی تشکیل میشه خیلی از دوستان سوال میکردن توی گروه و توی کانال گفتم که به موقعش در موردش صحبت میکنیم این هستش که چجوری ما متوجه بشیم که یک پیوتی که داریم سطح افتیسیش عمل میکنه یا عمل نمیکنه اینکه این ریترن تو پیوتی که شروع شده آیا این ریترن تو پیوت موفق میشه از سطح FTC برگرده یا نه کلن ادامه حرکت داریم یکی از راه های فیلتر کردن پیوت های موفق از پیوت های در واقع ناموفق این که میگیم ناموفق نه اینکه که پیوتی نیستش که نشه باش ترید کرد نه اون پیوت رو هم میتونیم باش ترید کنیم این هستش که گره معاملاتی سر راه در واقع این ریزش و این گره ای که در واقع به صورت گفتیم درایور سه درایوری که اینجا زده بود و بازار اومد سطحش رو شکست و پول بک کرد این پیوت و این گره ای که در واقع اینجا این گل شده میتونه نوید رو بده که بازار خودش رو تا سطح پیش رو برسونه و این موضوع جزء مواردی بود که جا افتاده بود و این آقازاده هم که رسید به خط روندش ریزشی که در واقع انتظار داشتیم ببینید یک الگوی کاملا کلاسیک یک مسلسی که اینجا اتفاق افتاده به کود کرده و فاجعه آمیز ترین قضیه این هستش که ما توی بحث الگوها اون زمانی که به ما یاد میدادن اگه بتونم الان بگردم و تصاویر مربوطه رو تو این فایل های پی ها پیدا کنم بهتون نشون بدم این هستش که به ما میگفتن من با ارزه شما یه دونه از این آغازاده ها چی بود کنترل بی آر خیلی وقت نگرفته بودم ببینید یک مسلس و اون بحث چیز جا مونده الان بهش اشاره میکنم اینکه توی الگوها اولین این اولن بهش میرسیم اولین موضوع این بود که یک الگو و یک در واقع پترن به ما پترن در واقع چهار پترن ها به ما مسیر حرکت میدن یعنی این الگو به ما میگه که یک الگو ادامه دهنده هستش و قیمت میخواد در این مسیر حرکت سعودی ادامه پیدا کنه در واقع دومی موضوعی که یک الگو برای ما داره نقطه یا ناحیه ورود هستش ما با الگوها میتونیم به راحتی بعد از در واقع بریکوت شدن سطح البته این باید بیاد روی این شدو و این ناحیه عکس بریکوت هستش این هم دقیقا روی شدو کندیلی که در واقع بریکوت کرده ناحیه که عکس بریکوت بوده و ادامه حرکت در واقع دومی موضوعی که ما میتونیم از یک الگو انتظار داشته باشیم این هستش که به ما ناحیه ورود میده سومین کاری که یک الگو برای ما داره این که ضمن اینکه به ما ناحیه ورود میده به ما ناحیه خروج میده در واقع هم ناحیه خروج از نظر استاپلاس هم تارگت یعنی انتظار داریم که بازار به طول قاعده این مثلث بیاد و یک حرکت سعودی رو از ناحیه که اینجا بریکوت کرده داشته باشه و خودش رو به کجا برسونه مرد آن است که مسلمان نشود و خودش رو برسونه به تارگتش برسونه به ناحیه تارگت این در واقع سومین انتظار هستش و چهارمین انتظار و در واقع برداشتی که ما میتونیم از یک الگو داشته باشیم الگوهای کلاسیک داشته باشیم زمان هستش الگوی کلاسیک معمولا به ما زمان میده این که به فرض مثال توی همین مثلث ما انتظار داریم زمانی که مثلث رو ادامه میدیم جایی که میاد و به هم میرسن ببین خارج از در واقع اون عرف حالا مسلسیش در اومده بیرون الان یکی میگه چرا از اینجا نمیگیری و این اتفاق در واقع اون موقع فاجعه آمیز میشه اینکه ما شکست داشتیم و این هم خودش یک کنجه این هم خودش یک, یک در واقع مسلس هستش میتونه به ما ناحیه ورود بده و این اون موضوعی هستش که الان بهترین جا هستش برای گفتن نکته چهارم همون موضوعی که قرار بود که بگردم و تصویرش رو پیدا کنم این که توی بحث کلاسیک اون چیزی که در واقع حتی توی اون حالت قبلی شما وقتی میاد اینجا نقطه ورود دارید استاپلاس شما زیر آخرین سوینگ هستش زیر در واقع این سوینگی که اینجا اتفاق افتاده هستش من الان میگردم و تصاویر رو پیدا میکنم یعنی شما دارید تریدی انجام میدید تریدی 150 پپ به 100 تقریبا مثلا حالا 90 پپ 200 پپ یک ترید تقریبا یک به یک دارید انجام میدید در شرایطی که اگر به صورت پرایسی بخواید روی این نقطه که یک عکس برکوت هستش و باید در ابتدای سطح این عکس برکوت بیاید و وارد بشید و استاپلاس شما زیر این ناحیه هستش میاد توی در واقع نواحی پرایسی استاپلاستون رو کاملا کوچیک میکنید و از اون حالت فاجعه آمیز تریدهای کلاسیک خارج میشید و این هم که یک دایورژنس شکست پول بک و انتظاری که در واقع اینجا ولاد یه نکته خیلی جالبی به چشم میاد همون انتظار در واقع تارگت هستش دوستان باید این دقت رو داشته باشن وقتی داریم کلاسیک نگاه میکنیم داریم از پترن ها استفاده میکنیم یک زمان هایی هستش تو خیلی از الگوها و پترن ها وقتی قیمت میاد و شکست اینجا شکست انجام شده پول بک کرده و حرکت کرده این که این حرکت انجام شده از این پول بک، ببینید رسیده به تارگتش یعنی مأموریت این الگو تموم شده و این دیگه یک الگوی سوخته هستش این که ما بخوایم بیایم یک الگوی سوخته رو روش دوباره مجددا برنامه ریزی ترید داشته باشیم کار خیلی خطرناکی هستش بنابراین اینم آقازادی یورو که که اینجاها یک در واقع بالبال بال که داشت میزد گفتیم که هنوز اگه خاطرتون باشه تمی دیروز پریروز بود گفتیم هنوز اون انتظار رو داریم که بازار خودش رو تا لول های بالاتر برسونه و حرکت نزولیش از لول های بالاتر در واقع شروع کنه و به این الگوی دراکول کاوره زیاد اهمیت ندادیم چرا بحثی که مطرح کردیم در خصوص ترکیب الگوها الگوهای کندلی و الگوهای چارتی یعنی شما وقتی یک الگوی کندلی دارید که حالا پیوت تشکیل نشده اون دوستایی که با الگوهای کندلی ترید میکنن این الگوی کندلی باید در تایم تریگرش یک الگوی چارتی مناسب باشه در واقع شما یک الگوی حالا به صورت دبل تاپ دبل باتم و این یک بحث در واقع یک حالا هایی که حالا دیگه خودتون بهتر میشناسید و واردش نمیشیم یکی اون یکی این که آخرین گریه معاملاتی باید توسط الگویی که اومده اینجا بسته شده و این رسیده به این گره معاملاتی و این گره معاملاتی باید این گلف میشد باید بازار می اومد و توی انتهایی ترین سطح این گره نفوذ می کرد تا ما انتظار اینو داشته باشیم که قیمت بعد از این نفوذ برگرده بالاتر و ریزش رو شروع کنه تا زمانی که ببیند اومد اگه می اومد و این گلفینگ می شد یعنی اینجا رو این گلف می کرد و تبدیل به این گلفینگ می شد اون موقع می میومد اومد هیدنش رو میدید و هیدن یک بار مصرف بود هیدنی که یک بار مصرف بود بازار میرفت و مجددا از بالا بر میگشت و میومد این سطح رو برکوت می کرد و ادامه مسیر در واقع توی اون ارز رو داشتیم من همزمان یه نگاه زیر سبیلی به در واقع تحلیل ها و اون دیدگاه هایی که داشتیم از جمله پوندکد پوندکدی که درایور زد و اینجا تریپل تپس تشکیل داد تریپل تپسی از نوع معکوس انشالله در آینده بهش میرسیم و انتظار حرکت سعودی که از این جف ارز توی تحلیل هم در واقع از قبل وجود داره میتونید توی توییتر مشاهده کنید بیایم و همچنین این یکی این هم که از میدلاینش برگشت و ببینید این گریه معاملاتی گریه معاملاتی هستش که ما میتونیم بیایم روش برنامه ترید داشته باشیم فقط به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک استاپلاس کوچی نسبت به یک تارگت بزرگ داره یعنی شما چهل پپ به صد و چهل پپ میتونید نهایتش دو دفعه ریسک کنید و استاب بخورید تازه میشه هشتاد پپ یعنی از اون صد و چهل پپ باز مجددن یه چیزی هلوهوش شست پپ باقی مونده یعنی شما حتی سه دفعه جای ریسک دارید و این مزیتی هستش که شما میتونید از ترکیب الگوها داشته باشید پوند سی اچف در واقع و اون انتظاری که اگه خاطرتون باشه گفتیم رسیده به ناحیه و باید دیگه کم کم درایو یک درایو دو و درایو سه و بازار خودش رو تا درایو یک برسونه این بحث درایو در واقع تری درایو ها توی مباحثی که آقای سیدن مطرح میکنه به صورت کندلی هستش که هرگاه سه کندل در یک راستا داشته باشیم و قیمت از کندل سوم از این گلف کردن کندل سوم برگرده به ناحیه پرایسی کندل اول در این اون اف های کندل اول واکنش نشون میده تقریبا یه چیزی شبیه به همین بحث درایور ها هستش و من ببخشید مدام دارم صحبت میکنم و چارت‌ها رو عوض میکنم دنبال الگو و پترن ها هستیم که یکیش هم در واقع اینجا داریم میبینیم و انتظاری که در واقع وجود داره اون بحثی که اونجا توی مثلث جامون برای زمان بود این که ما توی مثلا مسلس ها انتظار داریم که بازار از دو سوم تا سه چهارم طول این وصل کنیم در واقع قاعده رو داشته باشیم و اینم وصل کنیم نوکش اینجا داشته باشیم یه فیبو زمانی میتونید پیدا کنید و تنظیم کنید در واقع فیبو زمانی رو این کلا همه یک به یکه و تنظیم کنید در اینجاها اینجا ها نوک میرسه به هم دیگه چند تاست همینجوری حالا یکی یک دو سه تا و چهار تا بخواد بشه تقریبا توی همین نواهی که در واقع نواهی دو سوم تا سه چهارم پایانی جایی هستش که میتونه بازار بیاد بشکنه تارگت اول ما به طول در واقع این قاعده از نقطه شکست هستش که خودشو به تارگت رسون NZD AUD NZD جزء اینجاها بود فکر کنم گفتم داره جون میکنه تا بخواد در واقع جمعوری سفارش داشته باشه ببینید یک حرکت شارپ که اومده چندین کندل و پوشش داده و فقط القا کرد که میخواد حرکت داشته باشه و یک ریزش ورود اصلی که در واقع باید داشته باشیم این سطح هستش و این حرکتی که بیاد یک دو سه و چهار تا کندل رو پوشش بده کندل و پوششی که اومده استاپ هانترم کرده در واقع یک بیس پیوت داریم و میتونه یکی از نواحی مناسب باشه برای ما همچنین برای این جفت ارز مناطقی که برای ریزش داشتیم و انتظار ریزشی هم که در واقع برای بعد از تماس در واقع توی این جفت ارز و اما این آقازاده چیه؟ خب کدین کدین یه هدن شولر داشت که این همه راجع به هدن ها صحبت کردیم یک در واقع خط شدو انقدر عادت کردم از کلوز ها ترسیم میکنم و یک هدن هدنشولر هدن شولر چیکار میکنه گفتیم که اولین موضوع این هستش که به ما دیدگاه مسیر میده چه زمانی دیدگاه مسیر میده زمانی که هدن ما میاد و خط گردنش رو نکلاینش رو میشکنه این ناحیه ورود به ما میده استاپ کلاسیکش زیر این سطح هستش در واقع اکثر ترید هایی که بر اساس الگوهای کلاسیک انجام میشه الگوهایی هستش که ریسک به ریوارد های معمولا یک به یک دارن ولی شما گفتم میتونید تبدیل کنید میتونید اون زیر کندل برکت ریسک کنید و استاپ رو قرار بدید این طول حرکت در واقع یک مسیر حرکت دو طول حرکت این هدن شولدر و این هم رسیدن به تارگت و همونجور که ببینید روند اصلی توی این ارز سعودی هستش و شما هدن دارید که باعث برگشت به روند شده طبق اون تعاریف کلاسیک و این اون هدن مناسب هستش که در واقع بیشتر در موجهای چهار اگه خاطرتون باشه تشکیل می و این هم انتظار بعدی رسیدن به تارگت محل ورود محل و اون چهار پنج موردی که الان لیست کردیم میشه انتظاراتی که ما از الگوها داریم و اما خود هیدن شولدر ها الان بعضی از دوستان میگن چه هیدن شولدره هیدن شولدر دیگه اینقدر کلاسیک نیست من یه عکس پیدا کنم با شما فکر کنم اینجا داشته باشم توی یکی از فایل ها خب این همون تصویری که گفتم آماده شده بود و یک هدن شولدر کاملا نرمال و کلاسیک شما سرچ کنید در همه جا میبینید سر و دوتا شانی شانه سمت چپ شولدر و در واقع رایت شولدر چپ شولدر را شرمنده از میکنم خط گردن و پول بک بهش و اینو توجه داشته باشید اگه گفتم زمانهایی شما مثلا یک هدن شولدر نوزم بلا انقدر کلاسیک توی بازار ببینید و قیمت بیاد اتفاق میفته که میاد وقتی برکوت میکنه همون کندلی که باعث شکست میشه همون کندل میاد و تارگت رو تاچ میکنه دیگه این موقعیت موقعیت سوخته هستش اما انواع و اقسام هدن ها وجود داره هدن مثل همین هدنشولدر کاملا کلاسیک با نکلاین صاف هدن داریم که نکلاین مورب داره نکلاین موربی در راستای روند این تصویر و این آغازاده کجا رفت اینجا اونم یه فایل چند صفحه ای هستش که فقط چیز خاصی نیست الان من میدونم دوستان این تصویر رو که ببینن میان میگن که اون فایل هم باید. هیچ چیز تو فقط 5 صفحه همین اکساری که میخواستیم صحبت کنیم دسته بندی کردیم که زیاد تفوق نزنیم و هدن نرمال اینجا هست دیگه از هر روی همین صحبت میکنیم نکلاین مورب و شولری هستش که تقریبا قدرت بیشتری داره به خاطر شیب حرکت و اینم که معکوسش این هم شولری با شیب در واقع خلاف جهت حرکت اصلی و لگ اصلی و میشه در واقع سنو توی این در واقع سنو حرکتی که توی هدن ها داریم موضوع این هستش که مجددا هر کدوم از اینها بر اساس خط کو اینجاست بر اساس تشکیل شولدرشون هم میان دسته بندی میشن یعنی شما یک هدن شولدری که دارید اینکه شولدر سمت راست پایین تر باشه اینکه شولدرش همتراز باشه و اینکه بالاتر باشه خود همین هم تاثیر داره یعنی اینجوری نیستش که شما وقتی یک هدن شولدر دارید بیایم بگیم که از کجا بود از هد تا نکلاین یک در واقع خط مطابق اون حالت کلاسیک و از اینجایی که شکست قیمت بیاد برسه به بی اینجا نه اگر شما این خطی که در واقع این سطحی که داره میاد و شولدرشو شولدر سمت راستشو داره شانی سمت راستشو داره تشکیل میده اگه پایین تر باشه مطابق با ذرایب فیبو یک ایکسوم که در واقع برای پروژکشن ها تعریف میشه اون موقع طول حرکتی که انتظار داریم بازار داشته باشه بیشتر هستش نسبت به حالتی که این شولدر میره بالاتر یعنی هر چقدر شولدر بره بالاتر انتظار ادامه حرکت بعد از شکست نکلاین کمتر میشه یعنی زمانی هم میرسه که قیمت میاد و میره برای ادامه این حرکت که بره تبدیل بشه به دیامون البته این که دیامون نمیشه دیامون باید بشه تبدیل به درایور بشه و بعد از درایور برگرده اون موقع از درایور بخواد برگرده دیگه خود همین خط یک مانع هستش بس سر راه حرکت چون طبق تعریف کلاسیک اگه خاطرتون باشه ما این بحث رو داشتیم که شما زمانی که خط روند داشتید خط روند شما می اومد و برکوت می شد اولین مانع اولین در واقع مثل اینجا اولین حمایت و مقاومت سر راه خودش یک مانع هستش که قیمت میتونه بیاد بهش برسه و توی مرحله بعدی میتونه ساید بشه برگرده ساید بین کجا ساید بین همین سطح و سطح ما قبل شکست میتونه نوسان داشته باشه میتونه ساید بشه پس خیلی مهم هستش که شما ببینید که اون زمانی که شکست داره اتفاق میفته اگه این اتفاق بیفته خب این طول دامنی حرکتش خیلی کمه و باید ما انتظار این باشه که بخوایم بیایم بعد از شکست شدن این سطح وارد بشیم یا اینکه بتونیم جاهایی رو پیدا کنیم مطابقه با الگوهایی که در آینده در خدمت شما هستیم توی هدن شولدر وقتی داره تشکیل میشه ما دیگه اینجا وارد نمیشیم ما باید بتونیم توی این نواحی توی شولدر سمت راست بتونیم مکانی رو پیدا کنیم برای اینکه وارد بازار بشیم پس سه مدل برای شولدر و توی سه مدل خط نکلاینی که داریم نه مدل تقریبا یا بهتر بگیم نه مدل دقیقا هدن شولدر داریم که هر کدوم از این هدن شولدرها ها جاهایی که در واقع باید واردش بشیم و جاهایی که باید خارج بشیم مطابق با اون حرکت هایی که بهش اشاره کردیم با همدیگه متفاوت هستش پس به همین راحتی یک جایی که میاد و متا تریدر کجا رفت؟ آها اینجاست و میاد یک هدن شولدر میبینید به همین راحتی نیستش که قیمت مثلا بخواد بیاد چیکار کنه بخواد بیاد دیگه به شکست حرکت کنه و شما الان نگاه کنید توی همین حالت که اینجا داریم زمانی که قیمت اومده و اولین سطح سر راش رو برکوت کرده پول بک به اولین سطح سر راش بوده و اون انتظاری که حالا بگیم که چون نکلاین شکسته و بازار میخواد بیاد اینجا الان ادمین و دوستای مترجم میان میگن که باز دوره لس کیس بود اگه اشتباه نکنم بوسه خدا حافظی داشته باشه و اون بحث لب به لب چسبیدن و ببخشید دوستای شمالی لب به لب دچکانمهی باشه و به هر حال همیشه هم که حاج خانمه نیستش باز من دوباره باز منحرف شدم از بحث اصلی نمیشه ترک عادت موجب مرض است و از من انتظار نداشته باشید که من شسته رفته صحبت کنم بریم یه مقدار جلوتر و دیگه کلن فکر میکنم به ته بازار رسیدیم این هم آغازاده یه هدن شولدر هم اینجا داریم که ببینید درایوری که در واقع تشکیل داده و اومده خود همین شولدر هستش یعنی این نیستش که شما همیشه این هم این هم یک هدن همیشه اونقدر شسته رفته و اونقدر شکیل دنبال الگوها توی چارت نگردید به ندرت پیدا میشه و اما بعد از هدن یک اشاره هم که به مسلس ها داشتیم که حالا اینا رو میگم در آینده چون میخوام ازشون استفاده کنیم اما یک نگاهی هم به دبل تاپ داشته باشیم اما قبل از اینکه به دبل تاپ و دبل باتم برسیم من یه موضوعی اینجا اشاره کنم اینجا هم کنترل دلیت و اون این که برای بحث هدن شولدر ببینید هدن شولدر رو شما میتونید یک مثلا یک حرکت و یک شونه یک سر و یک گردن و یک حرکت بعد ببینید این بحث هدن این همه داستان براش در واقع درآوردن این همه مرسی سرایی کردن این که الان اگر قیمت از این سمت اومده باشه میشه برگشتی و آیا نمیتونه این قیمت از این سمت هم بیاد در واقع یه هدن شولر داشته باشیم که بشه ادامه این روند پس باید زیاد خشک به این کتاب ها نگاه نکنیم یه روزی توی یکی از گروه ها یکی از اساتید گفتش که چجوری شد به مثلا این دیدگاه هایی که الان وجود داره رسیدید گفتم که با اجازه بزرگترا و با تمام احترامی که برای شما قائل هستم هر چیزی که شما گفتید و هر چیزی که شما توی کتاب نوشتید من برعکسش رو انجام دادم نه اینکه خدایی نکرده ادب از که آموختید از بی ادبان باشه اینکه البته توی میگم مثال جای هیچ مناقشه نیست اما به خاطر این میگم توی چون بحث امروزمون بحث نگاهی به الگوهای ادامه دهنده و برگشتی و اصلا کلا بحث روند هستش اینکه آیا اصلا باید به روند اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم و بعدا بیایم بگیم که آقا این الگو ادامه دهنده هستش یا برگشت روند هستش به خاطر همین و اما برگردیم سر موضوعی که میخواستیم مطرح کنیم اینکه شما وقتی یک هدن شولدر دارید یک هدن شولدر در اصل هیچ چیزی نیست جز یک این هم هایلایت کجا این یکی هایلایت هیچ چیزی نیست جز یک مستطیل مستطیل ها هم که تقریبا 60 درصد در مسیری که قیمت وارد مستطیل شده ادامه میدن و چهل درصد هم خلاف اون ادامه میدن و این در واقع دو تا ها که این داخل موندن هدی که اینجا زده به قول کلاسیکارا این یک فیک بریکوت یک فالس بریکوت هستش و اینجا یک اس او 4 اتفاق افتاده و تازه وقتی این اتفاق میفته چرا ما باید صبر کنیم و منتظر این باشیم که قیمت بیاد اینجا این سطح و کنه و بعد پول بک بکنه یا نکنه آیا چی بود اون ترانه آیا بدم آیا ندم نمیدونم شامیاد نمیدونم با چی چی با لشکرش و خب این یک مستطیل هستش مستطیلی که اس او کرده مستطیلی که فیک بره کود شده مستطیلی که هر اسمی که میخواید برش داشته باشیم این که بهترین حالت ورود کجا هستش بهترین حالت ورود همینجا هستش و الان در خصوص این قضیه صحبت میکنیم مجددا قبلا راجب به تریگرهای ورود او 4 صحبت کردیم الان یک بار دیگه باز مجددا چون یکی از تریگرهای ورود ما هستش برای زمانهایی که انواع دبل تا و انواع دبل باتم در واقع رخ میده یکی از ورودها اینجاست و دومین ورود ما توی این سطح یعنی توی این ناحیه ما سطح خودکشی مونه و اینجا هستش که ما باید بیایم وارد بازار بشیم اینجا تازه باید بیایم قسمتی از ترید رو ببندیم و فری ریسکش کنیم اگه دوباره موقعیت ترید داد خب به پشتوانی این ترید میتونیم بیایم هنج زیاد کنیم میتونیم بیایم مجددا وارد بازار بشیم و پس این الگو الگوی کلاسیکی که در واقع در خصوصش این همه داریم صحبت میکنیم داریم میزنیم توی سر در واقع هدن شولر این که این ناحیه شکست نکلاین شکستی که برای ورود دوم هستش و اگه شما واقعا میخواید وارد بازار بشید باید بتونید توی این ناحیه وارد بشید و قبل از اون توی این ناحیه وارد بشید چرا چون یک هدن قبل از اینکه هدن شولدر بشه خودش یک دبل تاپ هستش و پیدا کنید پرتغال فروش را بیاید از کلک رشتی استفاده میکنیم یعنی نمیرم رنگش عوض نمی الان میام آقا چرا این کارو میکنی بیا این هم به همین راحتی یک دبل تاپ هستش اینجا من این خطم از اینجا وردارم که معنی دبل تاپ بده با اجازه شما یعنی قیمت از پایین اومده الان میگن که این دبل تاپ نیست این دایورجنسه چرا میگیم دبل تاپ برای این که ما میدونیم وقتی یک سطحی داریم این سطحی که وجود داره یک محدوده داره یک ATR داره یعنی این ناحیه ما اگه بتونم خب اینجا و این هم ناحیه این قله‌ای که اینجا به وجود اومده این قله تا شعای یک ATR مربوط به این پیوت برای این پیوته پس بنابراین همون داستان کلمبر و سی او شدن اینکه قیمت میتونه تا به اندازه یک ایتیار بالاتر بیاد و مجددا در محدوده تحت حمایت این پیوته و میتونه به یکیشم نرسیده بیاد من باعث شما این رنگ رو سفید کنم و اینو کلا دلیت کنم از اینجا دلیت میکنن و بیام سه تا دبل تاپ بکشم یکی این که داشته باشیم مثلا یک حرکت سعودی رو که یک تاپ اول میاد تاپ دوم دقیقا مماس حالا با چند نرسیده یا رسیده و شکست پول بک ادامه همون اتفاقی که توی اگه خاطرتون باشه پری روز یه دونه خط سبز رنگ بود توی یورو یو بود اگه اشتباه نکنم یارو یو اسی. توی یورو یو اسی یورو 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 ماشالله اینجا شطور با بارش گم میشه یورو یو اسی. ببینید این دبل تاپی که اینجا بود دبل تاپی که اومد و نکلاینش رو اینجا تاچ کرد این دبل تاپ یک دبل تاپ سوخته بود اما چون رفته و تارگتش رو تاچ کرده اگه خاطرتون باشه اینجا رو گفتیم ما این ناحیه رو انتظار اینو داریم که بازار بخواد بیاد و ازش عبور کنه اما چون یک منشه حرکت هستش اون خط سبزه هنوز اینجا هست و توی منشأ حرکت ما مجددا میتونیم بیایم وارد بازار بشیم و انتظار داشته باشیم که ببینید این حرکت نیومده و این گلفش نکرده پیوت مجدد نشده ضمن اینکه این, این دبل تاپ دیگه فایده برای ما نداره چون احتمال اینکه از یک سطح قویتری مارکت برگرده و این سطح بشکنه هم وجود داره البته توی تحلیل ها و فورکست های اصلی نگاه کنید برای یورو یو اس ما ریزش از همون ناحیه که الان داره بهش نزدیک میشه در نظر گرفته بودیم اما برای این هم بحث روند آیا یک روند شکسته شد یک قلی که در واقع این بالا بود اومد یک دره پایین تر از دره قبلی تشکیل شد اما یکی از موارد نقض شد و دومین بحث کلاسیک هنوز نقض نشده بود که ما بخوام بگیم یک روند نزولی شروع شده بنابراین احتمال این برگشت هم وجود داشت و ما این بایو انجام ندادیم تا دیوانگی دیگه تا این بالا یک سری آیا حالا حرکت انجام بشه یا نه یک سری اینجا انجام بدیم هیچ وقت تحت هیچ شرایطی به این که دیگه الان بازار نزولی هستش یا اینکه دیگه الان بازار سعودی هستش اصلا این اعتقاد نداشته باشید و تنها جایهایی که پترن ها الگو ها و لول ها و سطوح وجود داره بیاید و اگر ریسک به ریوارد حرکتتون در واقع یک ریسک به ریوارد مناسبی بود بیاید وارد بازار بشید و تنها راشینه تنها روندی که میتونید بهش اعتقاد داشته باشید سطوح هستش سطوح تایم فریم های بالاتر روند های تایم پایین تر هستن یعنی وقتی ما توی همین مثلا یورو یو اس دی یک سطحی توی این ناحیه داریم یک گره معاملاتی اینجا داریم که میایم و یک سطحی ترسیم میکنیم وقتی بازار به یک سطح تایم ویکلی به فرض مثال اینجا رسیده اون موقع هستش که در تایم فریم تریگرش ما روند نزولی داریم الان اگه به من یه نفر بگه که روند یورو یو چیه میگم روند یورو یو نزولیه چون این حرکت دیگه برای ما ارزش نداره اون چیزی که مهمه رسیدن به لول هستش و لول ها در دیدگاه ما حکم روند رو دارن نه این تعریف کلاسیک که بخوایم بیایم اینو داشته باشیم که دره پایین دره اما مطابق با همون تعریف کلاسیک ارز کردیم سطوح رو داریم و خطوط در واقع روند رو داریم که میتونیم با شکستشون وارد بازار بشیم یا مثلا همین ترید الان من دوباره برم توی تلگرام فکر میکنم که سوتی بشه چون دوستان به حال پیغام دادن و یه سری دوست ندارن که اسامیشون دیده بشه این تریدی که در واقع انجام شده این باکسی که در واقع انتظار داریم چون در یک چهارم مربع در واقع طلایی ما رسیده بهش پس انتظار برگشت هم وجود داره در آینده انتظار این هستش که حالا اگه بازار در یک چهارمی که در واقع اینجا وجود داره باید ببینیم که به کدوم از کدوم سمت میاد بیرون و اگر بخواد از این پایین در بیاد بیرون مطمئنا حرکت سعودی هستش یعنی اگر خروج با این زاویه باشه مطمئنا ادامه حرکت هستش و اگه خروج در این سطح و به این سمت باشه مطمئنا ادامه نزول رو داریم اما یک اینگولفینگی که اتفاق افتاده یک دبل باتم اتفاق افتاده و دبل باتمی که تریگ لاین مخصوص به خودش رو داره بریم و نقاشی کنیم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته پس این یکی از موارد موارد دبل تاپ یک مورد دبل تاپ دیگه این هستش که همینطور که اینجا اومده هم تراز شده اونجا قیمت حرکت سعودی یک قل نکلاین و گفتیم به اندازه آر اگر از این ناحیه رد بشه میاد میشه یک نو البته دایورژنس نیست چون دایورژنس از نظر ما باید از یک آر فراتر بره و اگر از یک ATR فراتر نره اینو ما به عنوان دبل تاپ میشناسیم و دبل تاپ نوع دایورجنسی یعنی شما زمانی که دبل تاپ نوع دایورجنسی دارید دیگه تریگر لاین شما این تریگر لاین نیست که به صورت افوقی باشه دبل تاپ نوع دایورجنسی تریگر لاین مورب داره و شکست شدن این تریگر لاین میتونه در واقع ورود باشه اما ورود با احتیاط حالا انشالله توی گروه و کانال نمونه های بیشتری که توی بازار توی حالت لایف دیدیم مثال میزنیم چرا بعضی از اتفاقهایی که در واقع رخ میده توی دبل تاپ نوع دایورجنسی این هستش که تریگر لاین افقیش بالاتر از تریگر لاین در واقع خط موربش اتفاق میفته و اون موقع با اطمینان بیشتری در واقع میتونیم بیایم وارد بازار بشیم یک نو دبل تاپ دیگه داریم همون طوری که حالا این یکی رد شد اون بعدی به اندازه ایتیار قیمت میتونه به تاپ بعدی نرسه و حرکتش رو شروع کنه بیاد این حرکت تریگل لاینش تنها این خط هستش و این سطح شکسته بشه میگید که الان این که اولگوی یک دو سه هستش اولگوی یک دو سه زمانی الگوی یک دو سه هستش که قیمت نیاد و به محدوده ای تایممون وارد نشه و اگه وارد شد جزء دبلتاپ تاپ هستش این دبل تاپ نرمال هستش این دبل تاپ دایورجنسی هستش و این دبلتاپ تاپ نامبر دبلتاپ تاپ بهش میگیم دبلتاپ تاپ یک دو سهی ای بهش میگیم البته احترام الگوهای پیشکسوت رو داریم اما جزء دبل تاپ محسوب میشه و دیگه یک دو سه نیست یک تریگل لاین داره این تریگل لاین مورب و این تریگل لاین دوگانه داره توی این حالت خاص شما میتونید زمانی که دوبی الگوهای دوبی اگه خاطرتون باشه برید مطالعه کنید یه موضوعی در واقع توی الگوهای دوبی مطرح هستش که با فیبو میاد این بحث رو ادامه میده اینکه یک فیبو میکشه اگر قیمت از 113 درصد فراتر نرفت اون موقع جزء دوبی ها هستش اون موقع جزء دبل تاپ ها هستش دبل باتم ها هستش فرقی نمی کنه و اگه فراتر رفت دیگه لول بعدی فیبوک که 127 و هم هستش اونجا دیگه بحث دایورجنس مطرح میشه و باید مطابق با دایورجنس ها بهش نگاه کرد و توی همون قله این که میگیم نگاه کرد توی خود قله دایورجنس توی لول 127 161 و 8 هم اونجاها باید دنبال پتر دنبال الگو های خاصی در خود تایم تریگرش باشیم و اینجا میتونیم از یک تریگر خاصی استفاده کنیم. اینکه کندلی که میاد باعث میشه که این ناحیه نقض بشه و اون کندلی که باعث عبور از این سطح میشه خودش یک تریگره یعنی سوای این که توی این محدودی دبل تایپ دبل تاپ ها دبل باتم ها ببینید شما یک لول دارید یک سطح دارید این ناحیه شما این سطح شما من زخامت اینو یک کوچولو بیشتر کنم و ز... کندلی که اومده توش نفوذ کرده این کندل بوده زمانی که قیمت بر می و میاد بالای همین کندلی که باعث نقص شده کلوز میکنه شما میتونید بیاید و وارد بازار بشید یعنی این یکی از تریگر هایی هستش که ما در آینده برای ورود توی نواحی حمایت و مقاومت توی نواحی حتی عرضه و تقاضایی که به صورت دبل تریگر استفاده میکنیم میتونیم ازش استفاده کنیم اما در حال حاضر اون چیزی که بجز این موضوع مهم هستش اینکه شما قیمت اومده پایین و باید بیاد یک تریگر لاین برای این رسم کنید چون حرکت شارپ بوده میتونید این تریگر لاین رو رسم کنید و با شک... از در واقع از در قلی قبلی بود دیگه برای حرکت های شارپ و با شکست شدن این ناحیه بیاید وارد بازار بشید اگه این اتفاق افتاد دیگه سفارش این پایین هستش و و استاپ این پایین هستش و اینجا هم میتونید انتظار ادامه حرکت با این گلف شدن این ناحیه هستش یعنی به صورت کاملا کلاسیک اینه که تا زمانی که این سطح شکسته نشده نباید اون انتظار ادامه حرکت رو داشته باشیم اما به هر حال ناحیه مهمی هستش و این که گفتم بریم توی گروه بذارید برم عکسش رو بردارم بیارم کجا بود آقازاده خب معذرت خواهی میکنم و اما تصویری که توی گروه بود آوردیم اینجا که در خدمت شما باشیم ببینید موضوع اصلی توی بحث ترید کردن اینه که شما یک لول دارید قیمت میاد لول رو تاچ میکنه یک ترید زود هنگام هیچ اتفاقی نمیفته نهایت نهایتش اینه که شما یه دفعه اینجا استاپ میخورید باید استاپ بخورید یعنی اگر یه وقتی یکی یه استیتمنت بذاره جلوی شما که هزار تا ترید انجام داده هزار تاشم هم استاپ نخورده یه جای قضیه به نظر من میلنگه ایشون احتمالاً تریدای بدون استاپ داره ایشون احتمالاً توی مدیریت لاتش داره تریداشو اینکه میگم میگن میلنگه حالا مطابق با این سیستم میلنگه مطابق سیستم خودش شاید درست باشه ولی به دیدی مشکوک بهش نگاه کنید اینجوری نیستش که حالا شما اون استراتژی رو بگیرید بیاید فول مارجین باش کنید اینو در واقع عمدن آوردم اینجا که ببینید شما یه دیدگاه دارید یک در واقع الگو دارید و قبل از اینکه سیگنال صادر بشه میاد قضاوت میکنید میاد پیشداوری میکنید و وارد بازار میشید بازار حرکتش انجام میده میاد و استاپلاس شما رو میزنه و بعد میره میگید ای بابا باز استاپلاس ما رو زد و رفت مثل همون داستان روندها که میگیم ان شاء الله برمیگرده بر ان برمیگرده و هیچ وقت بر نمیگرده بنابراین تنها کاری که باید انجام بدیم این که یه مقدار حوصله داشته باشیم یه مقدار بیشتر در واقع روی لول ها روی سطوح، با الگو ها با پترن ها با آرایش کندل ها بخوایم بیام ارتباط برقرار کنیم و این هم به خاطر این آغازاده تریگری بود که برای ورود در در واقع دبل تاپ ها و دبل باتم های نوع دایورجنسی اتفاق افتاد مثلا یک نوعش ببینید اینجا شما یک سطح دارید این سطح شما و قیمت میاد این کندلی هستش که باعث نقض این سطح میشه حرکتی شارپ و یک درجا زدن یک حرکت SO4 اتفاق میفته تریگر ورود اصلی برای ورود اینه که بازار بیاد زیر این سطح وارد بشید و یا اینکه بخواید بیاید و تریگر لاینش رو ترسیم کنید وارد بشید و اما اینو من یکم بیارم این ببینید تریگر لاینش رو بخواید بیاید و ترسیم کنید وارد بشید یه اصلاح اونجا اشتباه گفتم این بود که بعضی وقتها اینکه گفتم که این ستو زودتر و عقبتر هستند این خط نبود ببخشید جسارتا این خط هستش این که بعضی از اوقات هستش که خط تریگر لاین مورب شما بالاتر هستش و خط تریگر لاین او 4 شما پایین تر هستش یعنی زمانی که قیمت میاد زیر این صد بسته میشه اینجاست اون موقعی که این اتفاق میفته و خط تریگر در واقع این پایینه تریگر خود او 4 پایینه یه مقدار با دید تر در واقع بهش نگاه کنید اکثر اوقات وقتی این بالا هستش بشکنه خط مورب شکسته میشه ولی زمانی که خط مورب شکسته میشه و تریگر لاین اس او 4 شما این پایین هستش احتمال اینکه این تریگر لاین در اس او 4 شما خودش به عنوان یه حمایت عمل کنه و قیمت بخواد بره بالا هم وجود داره و ببخشید اونجا توی اون تصویر شکلی که داشتم میکشیدم این خط رو با این خط با هم دیگه جابجا جا گفتم و اینجا هم اون قضیه اصلاح میشه و اما فکر میکنم که تقریبا همه مطالب و همه موارد رو بهش اشاره کردیم موضوع اصلی توی بررسی و مروری بر الگوها و پترن های چارتی و روند این هستش که ما از یک الگو هر الگویی باشه الان اینجا یک الگوی وی اتفاق افتاده شما ها رو باید بشناسید و دیگه کلاسیک ترید نمی کنیم یعنی مثلا مثل یه پی دی اف این عکس رو ببینید توی یو اس دی کد یک ساعته و یک دبل باتم دبل باتمی که اومده خط روندش رو شکسته و طول حرکت به اندازه نکلاین این هم نکلاین دبل،, دبل تاپ هستش و توی این دبل تاپ تارگت و اینکه نقطه ورود اینجا استاپلاس این بالا اصلا اینطوری عمل نکنید و این تریل ها به دردمون نمیخوره و از این به بعد شما دیدگاه دارید و ببینید این نوک شدوی تاپی که اینجا داشتیم قیمت میاد توش نفوذ میکنه حتی یک بب و زمانی که بر میگرده و میاد زیر کندل نقز کننده کلوز میکنه ها یه وقتی نهید اینجا اردر ست کنید این بره بالا و وقتی کلوز میکنه میشه ورودمون که این الان اومده همه رو با هم دیگه شکسته و اما سب کنید پول بک انجام بشه اگه مستقیما اومد و تارگت دید این دیگه فیل شده و زمانی که پول بک انجام میشه میرید توی تایم تریگرش در تایم تریگر اون وقت میتونید به نکلاین ترسیم کنید و زمانی که نکلاین بشکنه به اندازه یک ایتیار تایم تریگر بالای همین سطح که در در واقع پوزیشن در امان باشه میاد استاپ قرار میدید حتی اگه مثلا مثل اینجا حالا نمیتونم دقیق ترسیم کنم و نمیدونم که اون زمان ATR چقدر بوده حتی فرض کنید که اومده استاپلاس زده و این استاپلاس اگه اینجا زد هیچ ایرادی نداره مجددا تریگر لاین بعدی و ورود بعدی و استاپلاس بعدی نه اینکه این, این فاجعه آمیز این استاپلاسی هستش که در زمانهای قدیم توی همه متون توی همه در واقع کلاس ها توی همه هنوزم که هنوزه خیلی ها اینجوری ترید میکنن ما دنبال اینجور ترید کردن نیستیم و ترید باید با ریسک به ریوارد های خیلی خیلی بیشتر از این باشه که یک به یک باشه این ترید های یک به یک اون موقع شما باید وین ریت بالای 75 80 درصد داشته باشید که تا ته بازار یه چیزی برای شما بمونه و تازه شما مثلا یک به یک باشه 75 درصد درست باشه 25 درصد اشتباه باشه اون 25 درصد 25 درصد این ورش هم از بین میبره یعنی دیگه هیچی اون تهش نمیمونه توی یک به یک و اون تریدی که در واقع بیشتر مد نظرمون هستش این که شما در زمانی که یک تاپ دارید بیاید در تاپتون که اینجا هستش اینجا وارد بازار بشید و وقتی اینجا وارد بازار شدید مثلا اینجا اومده با الگوی اینگولفینگ وارد بازار شده و یک استاپلاس معقول یک تارگت معقول البته تارگت معقول شما باید بیاید زمانی که بازار یک به یکش رو تقریبا یک به دوش حرکت کرد خودش رو رسون به نکلاین گفتم اینجا باید مدیریت پوزیشن داشته باشید و بقیهش رو فریریس کنید اینکه قیمت میاد و نکلاینش رو میشکنه و حرکت میکنه به تارگت میرسه دیگه فایده ای نداره چون احتمال اینکه قیمت از یک لول قوی تر برگشته باشه و بخواد اصلا ادامه حرکت رو داشته باشیم ادامه حرکت سعودی رو داشته باشیم هم وجود داره پس بنابراین باید این دقت رو داشته باشید که روی الگوهایی که به نوعی الگوهای به تارگت رسیده هستش و فیل شده هستش الگوهای مرده هستش دیگه برنامه ریزی ترید نداشته باشیم ضمن که حتی روی تارگت ها هم شما میتونید بیاید اگه تارگت ها در واقع لول های مهم می باشن در گذشته بازار میتونید بیاید روی این لول ها هم برنامه ریزی داشته باشید و یک ورود رو هم در جهت حتی عکس اون گاهی که در واقع وجود داشته اون مارکت در واقع اون پترنی که وجود داشته هم وارد بازار بشید منظورم از اون که به تارگت میرسه مثل ببینید این حالت که ورود البته به صورت بیس پیووت ها توی این لول اومده و وارد بازار شده اینترش توی این ورود بوده بیس پیوت داشته و استاپلاس زمانی که قیمت اومده و خط نکلاین هدن شولی رو شکسته مستقیما رفته رسیده رفته رسیده به تارگت و دیگه کلا این یک موقعیت مرده برای ما محسوب میشه خب و اما یک ساعت و هلوش بیستو چند دقیقه شد 26 دقیقه شد خیلی زیاد شد فکر کنم حجمش و یه مقدار به مشکل بخوریم سعی میکنیم که جمع کنیم و اگه هر مطلبی هم جا مونده بود انشالله در اه، کانال تریگر ها و یا در گروه بازگشت پدرخوانده در خدمت شما هستیم و اونجا به ادامه مبحث و در واقع سوال هایی که مطرح میشه مطمئنا جواب میدیم ما از این هفته مجددا چون الان سه تا ویدیو رو تقریبا ارائه کردیم شروع میکنیم به در واقع راه اندازی مجدد گروه و کانال تحت هیچ شرایطی دیگه به وی ها جواب نمیدیم خواهشان توی پیوی نیاید چون کلا یک کلیک راست میشه و بدون مطالعه دلیت میشه و اما این هم ارز بیت کوین که مورد علاقه خیلی از دوستان هستش و یک لول لولی که اومده و قیمت توش نفوذ کرده کندلی که در واقع توی این لول فرفره اینم عرض کنم زمانی که شما دبل تاپ یا دبل باتم رو میخواید تشخیص بدید و به این روش وارد بشید اگر این باتم اگر این در واقع تاپی که حالا وجود داره بخواد نوع شدودار دار باشه و لانگ شدو باشه خیلی خیلی بهتر هستش که حالت استاپ هانتری وارد بشید بازار اومده نفوذ کرده کندلی که باعث نقص شده و زمانی که قیمت میاد و بالای کندل نقض بسته میشه البته اینجا دو تا کندل اگه ستا بود میتونستیم بیس پیوت هم در نظر بگیریم و این کندل میتونه بشه کندل ورود اینجا یا اینکه شما یک تریگل لاین رسم میکنید تریگر لاین شکسته بشه میتونه بشه در واقع نقطه ورود ببینید بعد از شکست پول بک به همین سطح کندلی و ادامه حرکت الان از این ناحیه رد بشه مطمئنا دیگه فضای خالیه و چیزی سر راش نیست جز اینکه شما اینجا یک الگوی SO4 دیگه دارید و این الگوی SO4 ناحیه در واقع شروع حرکت سایدش اینجا هستش و اگه اینجا شما می اومدید وارد بازار می شدید می در واقع یک تارگت یا الله این اصلا دیگه من این عددها اینقدر بلد نیستم ما تا سه رقم بیشتر بلد نیستم بخونم و این هم بعدی خدا به خیر کنه میشد در واقع تارگتش یه جنبندی کلی دیگه انجام نمیدیم چون خیلی زیاد شد و انشالله جنبندی و مطالبی که جامون و از قلم افتاد و ما در گروه در خدمت شما هستیم و انشالله که موفق و معید باشید